بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجون عرض سلام ادب و احترام خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی شبکه جهانی بیت عباس علیه السلام مفتخرم که با برنامه کافه پرسش و اتفاق همکاران هم در پخش شبکه جهانی بیت عباس در خدمت شما عزیزان هستیم جا داره عرض تسلیت داشته باشیم به محضر امام زمان علیه السلام به مناسبت ایام شهادت سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام اما در ابتدای برنامه صحبتی میکردیم در رابطه با زیارت امام حسین علیه السلام عبدالرحمن ابن کسیر از امام صادق علیه السلام اینطور نقل میکنه که حضرت فرمودند یکی از شما اگر در طول درمت زندگی خود به حج رفته باشید ولی به زیارت امام حسین علیه السلام نرفته باشید حتما و محققا و قطعا شما حقی از حقوق خداوند رو ضایع کردید چرا که زیارت امام حسین علیه السلام فریزه واجبیه که برای تمامی افراد هست و باید این زیارت را انجام بدن بنابر شرایطی که هست این زیارت بنابر اون شخص و شرایط خودش سالیانه، ماهانه و بستگی داره بعضی هم هفتگی باید به زیارت امام حسین علیه برند و این رو هم باید در نظر داشته باشیم که این زیارت زیارتیه که حضرات باید اون رو بتلبند و ما رو باید بتلبن تا به زیارت حضرت مشرف بشیم پس باید مقدمات طلبیدن رو فراهم بکنیم تا ظاهر حضرت سید شهدا علیه السلام و یاران بابا باشیم با ما همراه باشید و کافه پرسش رو دنبال کنید سپاسگزارم که با ما همراه هستین همینطور که شما شبهای گذشته بیننده برنامه بودین میدونی که در رابطه با حدیث گوهربار امام رضا علیه السلام به ریان ابن شبیب صحبت میکردیم و این حدیث رو در پنج دستور خلاصه کردیم و قراره در خدمت شما عزیزان باشیم با حضور کارشناس محترم این شبهای کاف پرزش جناب حجت الاسلام سید حمید جزائری سلام علیکم وقتتون بخیر خوش علیکم و السلام و رحمت الله من هم خدمت شما و همه بینندگان محترم و عزیز این شبکه جهانی بیت العباس عرض ادب و تسلیت ایام رو دارم انشاالله برنامه های شما و ازاداری های همه دوستان اهل بیت انشاءالله در این ایام مورد قبول امام زمانمون شده باشد. بخش اول در رابطه با گریه بود بخش دوم زیارت امام حسین علیه السلام دیشب در رابطه با لعن دشمنان امام حسین و امشب در کدوم قسمت این حدیث صحبت میکنیم ان عرض میکنم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا نبینا محمد, محمد اللهم صل علی محمد و آل و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین <applause> محضر شما و همه بینندگان عزیز برنامه این شبکه مقدس عرض کردیم که امام هشتم علیه السلام به ریان ابن شبیب فرمودن که توی ماه محرم پنج تا توقع و انتظار ما از شما دوستانمون داریم درست. و اگر به پسر شبیبینو اینو میفرمایند همون فرمایشاتی رو که امام رضا به او فرمودن ما, اعتقادمون اینه که دهان دهان امام زمان هم هست این خطابات و این فرمایشات متوجه ما هم میشه هست و از ما این توقعات رو امام زمانمون دارن اولیش این بود حضرت فرمودن هر برای هر چی میخوای گریه کنی برای امام حسین گریه دومیش این بود حضرت فرمودن که اگر میخوای که خدا رو ملاقات بکنی در حالی که گناهی بر تو نباشد برو زیارت امام حسین سومیش این بود فرمودن که اگر دوست داری در بهترین قصرهای بهشتی همنشین پیغمبر خدا باشی به قاطرین امام حسین علیه السلام لعنت بفرست و اما و صحبتاش هم کردیم شرح و توضیحش هم دادیم و اما امشب حضرت میفرمان اگر دوست داری که برای تو تمام ثواب که برای شهدایی که در رکاب سید و شهدا علیه السلام به شهادت رسیدن برای تو هم باشه یعنی همه ثوابایی که اونا بردن تو هم ببری فقل کل ما ذکرته <تصفح> هر وقت یاد سید و شهده علیه السلام افتادی این جمله رو بگو یا لیتنی کنتو معهم فعفوز معهم فوز نعظیما ای کاش منم با اونا بودم و هرچه که فوز و سعادت و خوشبختی اونها می بردن من هم می بردم این جمله امام رضا علیه السلام چند جاشو باید دقت فراوان توش بکنیم من فقط اشاره می کنم حالا انشاالله در ادامه شما هم یادآوری بفرمایید تا دونه رو رو بهش انشاءالله بپردازیم اول اینکه حضرت میفرمایند اگر میخواهی اذا اردت ان یکون لک مال من استشهد مع الحسین هر چی که برای هر ثوابی که برای یاران امام حسین و شهدای کربلاست برای تو باشه خب همین تو سوال اول آقا یاران امام حسین علیه و السلام چه ثواب هایی بردن چه مقامی دارن اصلا ما میتونیم به مقام اونا برسیم یا نمیتونیم این سوال اول سوال دوم حضرت <applause> میفرمایند فقل کل ما ذکرته هر وقت یاد حسن امام حسین میفتی بگو ای کاش من با یاران امام حسین بودم نمیگه بگو ای کاش من با, با یاران خود امام, امام حسین <applause> آن همین سوالم هم پیش چرا با یاران با, یاران با خود حضرت اینم سوال بعدی <applause> و سوال سوم اینکه اصلا با یه آقا اصلا مگه میشه با یه درخواست از خدا کردن یه آرزو کردن من به اون ثواب ها و اون مقامات برسم این سوالم خیلی مهمه آیا با صرف این آرزو من به مقامات اونها به ثواب هایی که اونها بردن میرسم یا نمیرسم من با اجازتون به سوال اول اول بپردازیم خیلی خوبه قبلی <applause> که وارد اون سال اول بشیم برای تو تمام صحابه شهدای کربلا هست و اینکه به تمام صحابه بخوایم برسیم قبل از اون کش من با اونها بودم معنای معیت رو بدونیم چی هست تا ببینیم که چجوری میتونیم به صحابه اونا برسیم آره اینم سوال خوبی به مال چهارم مطرح کنیم آره شما میگی این سوال اول جواب آره اول معیت داشت. رو داشت. که ما تو زیارت آشورام داریم که علنی معکم فی دنیا و و این یثب بتلی قدم است با شما باشم یا حتی شما باز تو زیارت آشورا قبل از اینکه به اون فرازهای آخر برسین در همون فرازهای میانی زیارت آشورا یه جمله دیگه داریم که این یرزو انی من... طلبه تارک مع امام منصور من دوست دارم خدا روزین بکنه که خونخواه شما باشم با امام منصور که امام از ارواح و نافده هستن و تو قرآن کریم هم داریم که یا ایوه الذین و تق الله و کونو مع الصادقین که در زیل آیه دارد امام صادق علیه السلام فهمدن ایانا عنا ای مؤمنین تقوای الهی رو پیشه کنید و با راستگویان باشید ما صادق علیه السلام فهمیدن راستگویان در این آیه مقصود کی هست؟ ما اهل بیتی خب این معیت با اونها یعنی چی؟ دو نوع معیت ما داریم یه نوع معیت، معیت فیزیکیه معیت فیزیکی یعنی چی؟ الان من پهلوی شما با شما گاهی مثلا یه افرادی توی خانواده زندگی میکنن میگن ما با همیم یعنی چی؟ یعنی با هم داریم زندگی, زندگی میکنید شما با همکارتون هم کار کارید یعنی یه کار رو دارید با هم انجام, انجام میدید ام. گاهی از اوقات با همکارتون با هم از نظر فیزیکی نزدیک هم هستید خب گاهی وقت هم نه یه کسی همکار شماست با هم یه کاری رو دارید انجام میدید منتها شما یه جا هستید او یه جای دیگر درست. ولی کارتون با هم یکیه این, این معیت معیت فیزیکی دیگه نیست. نیست معیت خارجی دیگه نیست بلکه تو کار با هم شریکید تو فکر با هم هستید من اگر یه کسی رو توی فکر و تفکر با خودم شریک بدونم من با او هستم و معیت دارم شبیه او هستم شکل او هستم با او هم فکرم همکارم هم قسمم <applause> ببینید این این خیلی مهم حالا ما میبینیم یه عده ای الان متاسفانه یه منطق خطایی در بین عامه هست آمه یعنی که منظورمون از عامه یعنی اهل نیست، آره اونایی که شیعه نیستن میگن که آقا هر کسی پیغمبر رو دیده و کنار پیغمبر بوده جز اصحاب پیغمبر محسوب ولو میشت. به یک دیدار مختصر در حالی که این درست نیست چه کسی صحابی پیغمبر محسوب میشه اصلا من و شما همین الان یه فکر ساده هم بکنیم یه انسان عادی میگیم کی رفیق کیه اون کسی که فقط در کنارشه اون کسی که یه بار او رو دیده داری که نمیگیم که اون کسی یا میگیم رفیق فلانیه همیشه باهاشه که با هم دیگه از نظر فکری با هم یکی داشت. باشن حالا ممکنه دائمان هم همراه همدیگه باشن ممکنه, ممکنه باشن. دائمان هم همراه همدیگه نباشن اما یقینا اون کسی که یه بار یکی رو دیده بهش نمیگن اینو صحابی اصحاب دلست. خب بعضی از اصحاب پیغمبر اینها مثلا خیلی نزدیک پیغمبر بودن همیشه هم کنار پیغمبر اما ما اینها رو مع رسول الله و صحابی رسول الله نمیتونیم محسوب بکنیم عجیب چرا؟ از شما میپرسیم چون هم فکر پیغمبر نیستن چون مطیع پیغمبر نیستن علاوه بر اینکه با ذات پیغمبر با وجود پیغمبر یک جا بودن همراه بودن ملاک خاص ما نیست از فکری هم بود همسان این معیتی که ما مقصودمون هست اون معیت که قرآن میگه ما از صادقین باشید اون معیت که ما تو زیارت آشورا میخونیم که ان یجعلنی معکم اون معیتی که ما در ارزن <تصفح> به حضورتون که میگیم مع امام منصور همه این انواع من این معیت معیتی است که در درجه اول هم سنخی بودن هم سنخ بودن هم فکر بودن <��ranchiser> <ENGLISHillahimates> شبیه بودن اینها توش باشه در درجه دوم نزدیک بودن به پیغمبر من یادمه که یه بار حالا خاطره یه یادمه یه بار نشسته بودیم با یه آقای مسیحی بود لبنانی صحبت میکردیم و یه میز اینجوری هم بود و شما رو دعوت کرده بود به قول خودش یه کافه به اون مدالا شما کافه کافه <ori flavors> پرسش گفت که بیاید یه کافه با هم بخوریم و بعد نشستیم و مشغول صحبت مسیحی بود شروع کرد حرف زدن و گفت من یه سوال دارم از شما گفتم بفرمایید گفت که میتونم آزاد باشم تو حرف زدنم گفتم بفرمایید آزاد برم. گفت حقیقتش من علی ابن عبی طالب بهش عشق میورزم اما محمد رو دوست ندارم یعنی چی حرف چی میزنی گفت مگه آزادی گفتم آزادی ولی من این حرف رو نمیتونم بپذیرم گفت چرا گفتم به خاطر اینکه پیغمبر رو با امیر ما یک روح در دو, دو بدن, بدن میدونیم آقا این لیوان از این طرفش بهش گفتم لیوان جلو ببین لیوان رو کن از این طرف نگاه میکنی پیغمبرن از اون طرف نگاه کنه امیر المومنن. اما یه چیز دو تا چیز نیست امیر اون اونقدر با پیغمبر اکرم سنخیت داشتن که قرآن تعبیر میکنه از حضرت به نفس رسول الله تو آیه مباهل انفسنا و انفسکم انفوس این دیگه فوق معیت است این دیگه یکی, یکی شدن است این آن شدن است امیر پیغمبر است پیغمبر امیر المؤمنین سلام الله علیه ما بعد گفت که گفتم مثلا چرا این حرف گفت اه... یه حرف هایی زد و از جمله حرفاش این بود که من خوندم تو کتاب ها که پیغمبر گفته جانشین بعد از من اون کسیه که از همه به من نزدیک تره و اون زمانی که این حرف رو زده اون کسی که از همه به اون نزدیک تر بوده ابو بکر گفتم آقا عقل تو قاضی کن مومه <applause> شما مسیحی باش اما عقلی که داری از همه به من نزدیکتر یعنی از نظر فیزیکی ارده. به من نزدیکتره این که به درد میخوره که اگه فکرش به من یکی نباشه اگه اطاعت از من پیغمبر نکنه این نزدیک بودن ای فیزیکی به چه درد میخوره خواستم از همه به من نزدیکتر یعنی از همه به من کارهاش نزدیکتره از همه به من فکرش نزدیکتره از همه به من از بس از من اطاعت کرده از بس هر چی که من گفتم به جان خریده از همه به من نزدیک تر است این معیته و الا حالا اینجا بذارید من یه نکته دیگرم بگم بعضی از منا... به مناسبت این یادم اومد بگم که بعضی از ماها فکر میکنیم که مثلا هرچی که یه مثال میخوام بزنم تو حرم ها هرچی بری چسبیده باشی بیشتر بذری و همش اونجا باشی خیلی تو مقام داری پیش اون امام لذا بقیه رو حل میدیم اون طرف یا به کسی جا نمیدیم بشینه توی حرم متحر یه جا گیر بیاریم نزدیکی ها به کسی جا نمیدیم بشینه خودمون همش اونجا هستیم خب خوبه این بد نیست خیلی خوبه اما مهم اینه که آدم ببینید دل امام چه جوری بیشتر راضی میشه خب اون کنار زری بودن و نشستن نگفتم بده زری خیلی خوبه سفارش بده. شده نگفتم بده. بده من میگم این فقط این رو بهش چسبیدن خوب نیست تنها یک بودو نگیریم <coughs> لذا اگه یه کسی رف آقا نزدیک زری ولی تو این نزدیک بودنش عمدن حالا یا یه کسی میخواد برسن خودش رو به زری تلاش میکنه و شالله این کرونا هم برچیده بشه زریح های متحر رو بتونیم دوباره همونجور مثل قبل ببینیم مردم دور زریح چسبیده به زریه اما یه خمینی یکی رو میزنه کنار عمدن بر آرنجش میزنه تو سینه یکی دیگه یا مثلا یه جایی نماز خوب گیر ورده به خاطر اینکه کسی پلوش نشینه جا نمیده پاشو باز میکنه کسی پلوش نشینه مثلا یا اینکه حاضره به خاطر این یه ذره جایی که گیر سر, سر با همه دعوا کنه خب با به آداب زیارت ببینیم چه جوری آداب زیارت رو انجام میده میخوام چیز دیگه بگم میخوام بگم آقا این نزدیک بودنه اگه تو اون اخلاقی که امام ازت میخوان رو نداشته باشی نزدیکی نیست فایده برات نداره نزدیک بودن فقط قرب فیزیکی, فیزیکی میشه. تنها قرب فیزیکی باید باشه ما باید به اهل بیت بیدن... مثلا آقا فرض بکنید الان ما معص ارواح و ظهور بکنن ان من بگم آقا من دلم با حضرته اما نرم پلو حضرت فایده داره انشاءالله. اما اگر رفتم پلو حضرت ما حضرت گفتن آقا پاشو این کارو بکن میگم آقا من نمیتونم شما رو از پلوتون برم جای دیگه این چه قربیه؟ دستور امام همین من میخوام بگم الایاز بالله الایاز یا بعضیا کنار پیغمبر نشسته بودن پیغمبر میگفتن کیه بره با این امر ابن عبد بود بجنگه ایشو نمیدونه هیچ کی جواب نمیده تنها کسی که جواب داد یا رسول الله من حاضرم اونایی که چسبیده بودن به پیغمبر تازه میرفتن عقبتر که پیغمبر نبینن که پس تو کجایی مجید. ببین این مهمه که آقا من اینقدر به شما نزدیکم که آماده هم بشنوم شما لبتر کنی یه کاری داشته باشید بود دارم برم انجام بدن نه اینکه آقا ما عباس شما رو دوستتون داریم نمیتونیم شما رو از کنارتون بریم بابا الان خود امیر سلام الله علیه تو حجت الودا او. کجا رفتم حجت البدا خیلی با پیغمبر اومدن اما امیرالمومنین و پیغمبر گفتن علی جان برید یمن چش رفت <تصح> توی جنگ احد کی در کنار پیغمبر بود از نظر فیزیکی هم کی در کنار پیغمبر بود اونایی که وقتهای دیگه بودن تو وقت خوشی تو سختی بودن یا مشکلات آه آه. 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 تنها گذاشتن پس اون معیتی به درد میخوره که شما تو سختی و خوشی و ناخوشی اون, اون کسی که باید باهاش باشی و رهاش نکنی پلوش باشی و اطاعتش رو بکنی اصلا وقتی بهت میگه که برو این کار رو بکن میگی چشم حالا یه داستان دیگه یادم اومد بگم داریم تو برم. یکی از خوبان از اصحاب پیغمبر اکرم صلی الله علیه <applause> و که ایشون به حضرتون آرزم که اصلا پیغمبر رو ندید و جز اصحاب پیغمبر محسوب میشه و امیر سلام الله علیه رو ملاقات کرد خدمت امیر المومنین رسی پیغمبرم به امیر فرموده بودن که یا علی ایشون آقای اویسه اویسه قرن این آقای اویس جز اصحاب پیغمبر حساب میشه گرچه پیغمبر را ندید یه شعر هم درست کردن میگن آقا گر در یمنی چو با منی پیشه. پیش منی و پیش منی چو بی منی در یمنی یعنی وقتی که دلت با من نیست اگه نزدیک منم باشی دوری و وقتی که دور باشی ولی دلت با من باشه نه. نزدیک من محسوب میشی کنار منی من تو رو در کنار خودم میبینم یه نفر پهلو پیغمبر بوده تو قار قار ثور همون شب از بس ترسیده آیه اومده که خدای متعال نازل کرده بر پیغمبر که یا رسول الله اونایی که تو رو بیرونت کردن از مکه بدونن که خلاصه تو یار و یاور زیاد داری خب اما یه کسی هم پلوت پیغمبر به اون پلویش میگن چی؟ لا تحزن نه, نه ترس خدا با ماست اما اون وقت که پلو پیغمبره دلش با پیغمبر نیست که اینقدر میترسیده اما همون شب امیر سلام الله علیه سلامات الله سلامه علیکی یا امیر المومنین کجا؟ نه نه طول بله جا پیغمبر خوابیدن هیچ ترسی هم به دلشون راه ندادن کدومشون با پیغمبرن؟ مسلمان امیر پس اضافه بر نزدیک نزدیک بودن از نظر فیزیک این لازمه باشه باید اصل کار این دل است اگه دل ات... دلی با سنخیت داشته باشه تو معیت حقیقی یعنی این که شما از نظر فکر عقیده دل همراه او باش از نظر فیزیکی تونستی کنارش باشی چقدر خوب زهی سعادت اگه نتونستی کنار او باشی بازم تو چیزی از دست نداده ای خب این معیت حالا خب سوالی که سعاده بود که رفت. برای اینکه تواب سواب های رو داشته باشیم آفنیم. دعا بکنیم خب. که حالا اصلا یه سوال آقا شهده های رو ما میتونیم سواب رو بریم سواب چقدر هست؟ مشخص <تصفح> هست؟ <تصفح> اصلا کسی نمیتونه احساس شماره بکنه ما یه رو باید داریم در رابطه با اصحاب آقا سید و شهده علیه السلام که امیر سلام الله علیه رفتن تو مسیرشون که داشتن میرفتن رسیدن به کربلا تو مسیر سفین رسیدن به کربلا اون موقع آقا امیر قدری خابیده و سرشون تو دل آزادشون آقا امام حسین بعد حضرت تا بیدار شدن چشمشون رو انداختن به صورت سید شهدا علیه السلام در حالی که اشک چشمان مبارکش رو گرفته بود این جمله رو فرمودن صبرن ابا عبدالله صبرن ابا عبدالله صبور باش پسرم بعد گفتن یا امیرالمؤمنین چی شد؟ از افتادن خواهنا مسار العشاق اینجا جای به خاک افتادن عاشقاست عاشقان حقیقی عشق حقیقی و واقعی تو عالم فقط اصحاب محسن داشت صلوات الله علیه صلوات الله علیه بعد حضرت فرمودن توضیح که این عاشقا کیان فرمودن شهدا لم یسبقهم الاولون لم یلحقهم الاخرون اینا شهیدانی هستن که اینجا رو خاک میفتن که از گذشتگان هیچ کس به پای اونا نمیرسه در مقام و فضیلت و از آیندگان هم کسی به گرد اونها نخواهد رسید خول امام, امام رضا علیه السلام چی میفرمون میگن شما آرزو بکنید که صحابه اونا رو به دست واقعا تمام همون صحابه رو به ما بدن همه شو که نه ببینید ما روایت داریم که هر کسی تبعیت بکنه از آقا امیرالمومنین علیه السلام تو حدیث بله معر... نورانیت به. معروف از یه حدیث من من نورانیت بکنم باش موجود باش. بله. معروف این حدیث که امیر علیه السلام فرمودن به سلمان و اباذر یا سلمان و یا در معرفتی به نورانیه معرفت الله معرفت الله معرفتی به نورانیه تو همون حدیث که حضرت فرمودن هر کس مطابعت از من بکند به من ملحق خواهد شد حالا کسی که ملحق میشه این الحاق به چه معناست این الحاق به این که به امیر المومن میرسه نه به همه مقام امیر <تصفح> از اون قدهی که شهدای کربلا علیه السلام و صلوات الله علیهم می نوشند اون کسی که آرزو بکنه با اونها باشد و همش این تو فکرش موج بزنه و دور بزنه از اون قده می نوشه ولی اونا ظرفشون اینقدر بزرگ و واسعه که ظرف من نیست <تصفح> به همون دریا مثلا اونا اندازه خودشون این اندازه خودش بله اون مقام و اون فضیلت و تمام اونها رو او دریافت نمیکنه نمی ولی از اون آبش خور او خواهد نوشید صرف گفتن یا لیتنین کن تو معهم یا معکمی که تو وارس میگیم کفایت میکنه یا باید همون توش گفتیم معیت ما مثل این باشه که اخلاق و رفتار ما مثل اونها باشه خب حالا اینم سایی سو... که از همین سوالا بود که عرض کردم قبل از اینکه به اون برسیم به اون سوال برسیم یه سوال دیگه اینجا مطرحه که امام رضا علیه و السلام میفرمند که فقل کل ما ذکر چرا وقتی امام حسین رو یاد میکنی بگو ای کاش من با شهدا بودم جالبه نمیگه بگو ای کاش من با شما بودم یا با عبدالله بگو ای کاش با شهدای در رکاب شما بودم به خاطر اینکه اونها اونقدر مندک که در سید و شهده علیه و السلام شده بودن که <تص> گویا اصلا شما اگه بخوای بوی امام حسین رو استشمام بکنی از طریق اونا باید استشمام بکن اونی شناخت امام حسین علیه السلام هم از طریق شناخت حضرت شناخت حضرت از طریق خودشونه خودشون. تا شما میخوای برسی راه رسیدن تو به امام حسین علیه السلام یکی از بهترین راه های رسیدن تو به سید و شهده از راه اصحابشون اینا کسانی بودند که اونقدر دل داده ابا عبدالله علیه السلام بودند که گویا اصلا امام حسین در اونا تجلی کرده شدن مجلای نور سید و شهده علیه السلام آقا همون جون بله همون حبیب هله. حبیب رو دیدی سید و رو دیدی جون رو دیدی سید و رو دیدی امر ابن قرده رو دیدی سید و رو دیدی مسلم ابن رو دیدی سید و رو دیدی زهیر رو دیدی سید و رو دیدی اصلا اینا اینقدر جالبه ما توی راجع اصحاب سید و علیه السلام یه جملاتی رو میبینیم و میشنویم خیلی عجیب امام صادق علیه السلام میفرمودن که لا یمسهم علم الحدید اصلا اینا درد, درد از, شمشیر. از این شمشیرها درد به بدنشون احساس نمیکردن یعنی, عشق یعنی اینقدر بداشت. نورانیت سید الشهدا در اونها تجلی کرده بود که هرچی هم شمشیر به تناشون میزدن اینا اصلا متوجه نمیشه. نمیشدن بلکه حتی میرفتن مثل آبست نشایی به شاکرین خب بل حسین اجننی رو گفت من دیوانه ی حسینم رفت به میدان برهنه کرد خودش رو آقا چه کردن با او لذا ما اصلا میگیم خدایا امام رضا به ما یاد نگیم بگو خدایا من هر وقت امام حسین رو یادم میاد میگم خدایا ای کاش من با اصحاب امام حسین بودم آم. هر وقت امام حسین یادم میاد ای کاش با اصحابشون بودم و همونطور که اونها به فوز و سعادت رسیدن منم به فوز و سعادت خوشبختی دنیا و آخرت میرس. میرسیدن این خیلی نکته به نظر من مهم بود حالا اون سوال رو بفرمایید این سوال بعدی رو میخواید بعد از دیدن میون برنامه‌ست هست با ما همراه باشین و کافه پرسش رو ببینید یک میون برنامه دوستان تقدیم شما میکنن تا در ادامه برنامه باز هم در خدمت استاد گرانقدر جناب آقای جزاری باشیم ان که قبول باشه عزاداریاتون و ان ازاداری که میکنیم ما همراه با یاران سید شاده اسم ما ثبت بشه با کنتو گفتن یا لیتنی کن تو معکم فعفوز فاوزن عظیما اما آقای ججری صفه گفتن کفایت میکنه یا باید بگیم یه کار دیگه انجام بدیم یقینا که باید کارهای <تصح> مهمی انجام بدیم از اول تا الان اشاره هایی کردیم خدمتون ولی خب ببینید اگه امام رضا علیه السلام میفرماین هر وقت یاد امام حسین میفتی بگو ای کاش من با حضرت و یارانشون بودم برای اینه که این تفکر رو تو ذهن من ایجاد بکنن یعنی من این بشه یکی از دقدقه هام یعنی وقتی که آدم میگه مرتب یه چیزی رو تکرار میکنه خود به خود این براش دقدقه میشه ملکه ذهنش میشه غیر از ملکه شدن اصلا دغدغه میشه مثل میگم مثلا یه مثال براتون بزنم شما فردا امشب مثلا شب دیگه فردا شما میخواید برید یه مثلا با یه شخصیتی دیدار داشته باشی چیکار میکنی از تو ذهن خودم چند کاش میکنم چی بگم چه کار بکنم چه لباسی بپوشم آفرید. همراه،, همراه خودم ببرم برای اینکه اصلا اون اون ملاقات ممکنه یادتون بره آلار میذارم گوشیتون <تصفح> رو <الارم> میذارید <تصفح> <تصفح> کوک میکنید به این میسپارید به اون میسپارید تو ذهن خودتون اصلا ممکن روز من بعد با فلانی ملاقات داشته باشم یادم نره با فلانی ملاقات داشته باشم یادم نره حتما بعد ببینمش ببینید وقتی آدم یه کاری رو براش مهم شد خود به خود هی چیزایی که اونو به اون کار یادآوری میکنه رو زیاد انجام میده امام رضا علیه السلام میخوان بفرمایند این یه دغدغه برات بشه یه امری باشه که دوست داشته باشی دنبال بکنی و خود به خود این تکرار کردن سبب میشه که شما دیگه از ذهنت بیرون نره علت هم داره آقا توی جامعه ای ما زندگی میکنیم اینقدر زرق و برق توش هست اینقدر چیزایی که ما رو از اون هدف ها یا اون چیزایی که دنبال میکنیم دور بکنه هست که حد نداره گاهی <applause> از اوقات بعضی از دوستان من میگفتن که گوشیمون رو میگیریم دستمون میخوایم به یه نفر زنگ بزنیم دنبال گوشیمون میگرد نه گوشی دستشه میخواد به یه نفر زنگ بزنه گوشی میگیره دستش تا بازش میکنه <applause> میره که یه نفر براش پیام داده میره اون پیامه رو جواب بده بعد میره یه جای دیگه و بعد میره چک کردن این نرم افزار و اون نرم افزار و این نرم افزار و اون نرم افزار یه, یه باید میبینی نیم ساعت یک ساعت گوشیه دست منه زنگ نزده اون اصلا یادم رفت به اون زنگ بزنم یا گای مثلا بعضی هم میخوان یه خدمتی یه کمکی به یه مثلا خانواده فقیر رو نیازمند بکنه میگه که من اینو امروز میخوام به اینا کمک کنم میره به این کار مشغول میشه به اون کار مشغول میشه به اون کار یادش میره امروز میخوام به مادرم یه سر بزنم کارای متفاوت یادش میره امروز پدرم یه تماس میگیرم احوالش رو میپرسم اینقدر کارای متفاوت براش پیش میاد یادش میره این یعنی چی این یعنی آقا شیطان مثلا ما روایت داریم خیلی قشنگ این روایت امام صادق علیه السلام فرماند که وقتی که صدقه میخواید بدی صدقه بدی فان الصدقه تفك من بین لوحا سبع شیطان یعنی چی یعنی شما یه صدقه که میخوای بدی از تو ریش 700 تا شیطان رد میشه تا برسه به دست صاحبش یعنی چی یعنی که آقا تو تا میخوای یه کار خوب انجام بدی یا شیاطین دور و اطراف دست تو میبندن میگیرن میبندن یکیشون بعد ذهن تو رو از این کار منحرف بکنه یکیشون بعد یه چیز دیگه رو پیش چشمت قشنگ جلبه بده یکیشون میگه آقا از راحتیت نگذر اون میگه از نمیدونم از خوشیت نگذر بابا زن و بچه تو بابا پول تو با اینو اینو اونو 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 آقا اینقدر راهزن هست که حد امام رضا علیه السلام میخوان بفهمن برای اینکه فراموش نکنی برای اینکه یادت نره برای اینکه از اهمیتش تو ذهنت کم نشه هر وقت یاد امام حسین افتادی مرتبا بگو ای کاش من با حضرت بودم چرا چون این یه حالتی در وجود تو ایجاد میکنه که منتظر باشی اگر انشاءالله عزیز دلشون فرزندشون حضرت ولی یعص نافدا دست به شمشیر شدن شما آماده باشی برای دفاع کردن و یاری کردن از حضرت یاری کردن حضرت و دفاع کردن از حضرت در مقابل دشمنانشون و اون روز تو مثل کوفیا دیگه عمل نمیکن نخواهی شد چرا چون هی با خودت مرور کردی من اینجوری نباید باشم من اونجوری باید باشم من میخوام جز انصار حضرت و یاران حضرت باشم میخوام مثل یاران امام حسین باشم یعنی تا پای جان از سید الشهدا جدا نه. نشم پس میخوام اینجوری باشم من نمیخوام مثل اونایی باشم که ابی عبدالله علیه السلام رو تنها گذاشتن یاری نکردن این خود به خود یک فرهنگ برای تو میسازد و اگر همه مردم حالا دیشب همه هر شب اینا رو گفتیم مزید. که این اثر فردیش خود به خود تو اعمال من اصحاب. رفتار شخصی من اثرگذار میشه آقا منی که میخوام با امام زمان باشم باید سنخیت با حضرتم پیدا کنم اگه من به حضرت میخوام هر چی دم دستم اومد خوردم رعایت حلال و حرامش رو نکردم اگه من هر جور رفتار اجتماعی خواستم باشه با مردم بود یا رفتار خونم با اهل و بیت و خانوادم بود و اصلا برام مهم نبود که چه چیزی رو رعایت بکنم چه چیزی رو رعایت نکنم اگر حلال و حرام خدا رعایت نکردم اگر رفتار و اخلاق خوب نداشتم اگر حقوق مالی مردم رو زیر پا گذاشتم حقوق اجتماعیش رو زیر پا گذاشتم آقا من دیگه سنخیت به امام زمان ندارم من این معیته از دست دادم من دیگه مثل اویس ها نیستم, نیستم. اویس رو داشتم میگفتم براتون داستانش رو یادم رفت بعد ادامه بدم این آقای اویس حرکت کرد از یمن برای دیدن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله سلام اومد مدینه مادرش رو خیلی بهش احترام میذاشت چون شنیده بود پیغمبر خیلی سفارش مادرها رو کرد مادرش گفت مادر من دلم نگرانه دوست ندارم خیلی ازم دور بشی گفت بسه برم پیغمبر رو ببینم گفت به شرطی که اونجا بری پیغمبر رو ببینی و از شطورت پیاده نشم جور رو شطورت پیغمبر رو ببین حالا این همه را از یمن اومده تا مدینه که پیغمبر رو ببینه از شطورش هم پیاده نباید بشه شبم نباید اونجا بمونه بیاد دیدی برگرد رسید مدینه منوره پیغمبر نبودم چقدر آدم سختش من این همه را اومدم پیغمبر رو ببینم عوضشم مادر دلش از, من رنجیده خاطر میشه چیکار کنم برگشت برگشت چون به مادر قول داده بود اطاعت از مادر رو مادر رو نگران نکردن و آزار ندادن و اینا همه مهمه دیگه تا که پیغمبر اکرم اومدن مدینه فرمودن انی لعشم و ریح الجنت من القرن من بوی بهش رو از قرن که تو یمنه دارم میشنوم این خیلی مهمه آقا پیغمبر رو ندی نتونست کنار پیغمبر باشه نتونست در کنارشون بمونه ولی پیغمبر رو با خودشون محسوب کردن پس این خیلی مهمه که آقا من بتونم یه جوری رفتار بکنم که جزء اونا به حساب بیام کی جز اونا به حساب میام اون وقت که دل پیغمبر دل پی اهل بیت پیغمبر دل امام زمانم رو شادمان کرده باشم اما اگه دل امام زمان من از من رنجیده بشه با رفتارم با کردارم با برنامه هم این من این کی این معیت برای من حاصل میشه که این سنخیت برام حاصل میشه <applause> مثلا من حاصل نمیشه تا از اهل هم دورتم میشم دور میشم از کجا معلومم که اگر وقتی حضرت ظهور کردن به من گفتن که پاشو بیا بگم باشه بود دو هم برم. حالی کار دارم نگم به حضرت که حالا من کار دارم و بذاریم به کارمون برسیم اینا با. متاسفانه اما خود این که این تکرار بشه مرتبا تکرار بکنیم این جمله رو اون حالت رو تو وجود ما ایجاد میکند اثر روانی تکرار این فکر این ایده اینه که توی برنامه های فردیمون و شخصیمون این اثر رو داره که رفتار ما رو تا حدودی تغییر میده داشتم خب. این فکر رو میکردم که ما تو زندگی خودمون تو طول روزمره حالا به یاد حضرت ابو عبدالله مثلا اسلام که بخوایم بیافتیم صرف این نباشه که مثلا تو ماه محرم و سفر به یاد حضرت باشیم حضرت خیلی بحانه هایی برای ما قرار دادن که ما در طول روز هم به یاد اهل بیت باشیم احسنتم و این به یادشون بودن تأثیر عجیبیه توی روز. ساختن زندگی ما از ذره فردی و از ذره اجتماعی شما ببینید مثلا فرض بکنید مردم یک شهر به همدیگه که میرسن همه به همدیگه یادآوری بکنن ای کاش مجاز یارای ما حسین بود من به شما بگم شما من بگید این چه حسی ایجاد میکنه همون حسی مثلا. که شما تو اربعین میبینی دیدی <applause> تو هر وقت حس زندگی خود همه خودشون آره همیشه باشه تو هر وقت بغی... اینکه شما میری مردم هم میبینی همه در برای امام تو محرم دهه اول محرمین همه دارن برای امام حسین یه کاری میکنن همه دارن به درد به هم دیگه کمک میکنن که این مجلس رو سر پا بکنیم و برای عبی الله یه کاری کرده باشیم خب طول عمرمون باشه و اینو آمادگی برای ما ایجاد بکنه برای ظهور حضرت ولی از من. یه همچین جامعه ای رو شما همش میبینی همیشه بین مردمش گل و بلبله کسی به کسی اذیت و آزار دیگه نمیرسه خب این معیت که بحثشو انجام دادیم اکتسابی یا ذاتیه یعنی <applause> هر شخصی میتونه این معیت رو کسب بکنه هر شخصی منظورتون چیه مثلا این شخص عادی تو جامعه باشه میتونه این معیت با اهل بیت کسب بکنه یا نه این مثلا تو ذاتش باشه که بخواد دنبال معیت با بیت بره خدا این از همون اول تو ذات اون قرار داده شد که یار از تبا عبدالله حسین علیه السلام باشه چه از لحاظ فیزیکی که اون زمان باشون بودن. چه از لحاظ ذهنی و قرب اینکه اعتقادی با حسرت باشه ببینید ما حالا اون باطن امور رو ازش خبر نداریم بله این یه مطلب واقعیت دارد که مثلا اینایی که جزء شهدای کربلا شدن خدای متعال براشون این گونه مقدر کرده بود که اینها شهید بشن کربلا درست. ولی این منافاتی با اکتسابی بودنش هم نداره ما همین الان چقدر افراد رو داریم که مینشینن تو یک جلسه ی آقا سید الشهدا علیه و السلام یه روزه سید الشهدا رو گوش میدن حالشون منقلب میشه مسیحیان مسلمان میشن سنیان شیعه میشن نمیدونم جزء دینهای دیگرن تغییر میکنن میان اصلا میشن جز بهترین عاشقان امام حسین علیه السلام اینا رو داریم الان پس این معیت کسب معیت اکتسابی هست در عین اینکه ممکنه حالا اون اصل دستش هم خدای متعال برای افرادی تقدیر او اینجوری رقم خورده است که از یه آقای پرسیده بود که آقا ما مجبوریم یا مختار هم. <applause> او جواب داده بود نه مجبوریم نه مختار, نه مختار. یعنی چی هم مجبوریم هم, هم مختاریم مختار. هر دوتا یعنی چی یعنی نه جبر محض نه اختیار, نه اختیار محض <applause> پس چیه حضرت فرمودن اصلا مذهب اهل بیته لا جبر و لا تفویض بل ال... امران بین ال بین این دو تاست. یعنی هم خدا رو باید ب... ازش بخوای تو هم نمیتونی با تقدیر الهی مبارزه کنی در اصل اکتساب تا شما اگر افتادی تو وادی این امر که به دستش بیاری و خودتو بهش برسونی دیگه خدا دستتو میگیره میکشتت بالا این خیلی مهمه پس یک کششی از جانب خودمون باید باشه که ما احسنت. خودمون اون کششی رو داشته باشیم که خداوند ما رو هدایت کنه به معیت با و راه های این که این کشش رو انجام تو خودم داشته باشیم دیگه اینا بقیهش برمیگرده به معرفت یه کسی شناختی ولو اجمالی از سید و شهده علیه السلام و اون نور و اون عظمت نورانیت سید و شهده علیه السلام, و السلام پیدا کرد خود به خود این کششه براش ایجاد میشه, میشه. <clears throat> البته به قول شاعر میگه که تا که از جانب معشوق نباشد کششی کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد اون نور اولیه همونیه که خدای متعال به دلها میاندازه و اون سبب میشه که من بروم اگه من اینجا اهمال کردم خودم رو باختم پس نور اولیه رو خود خدا و خود سید شهدا تو دل دوستشون میاندازن اگه او گرفت و رفت این حدیث از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم معروفه که الا ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها ولا تعرضو عنها بدونید از طرف پروردگارتون در روزگار شما نفحه هست نفحه یعنی چی؟ یعنی نسیم نسیم میوزد این نسیم ها بوی عبی عبدالله میده بوی امیر المومنی میده بوی ترقی بوی تعالی منه میده بگیرید اینا رو ازش رو بر نگردونید چون اگه ازش رو برگردوندید از بود. دستش دادید امام حسین به عبید الله هر چی فرمودن بیا اگه رفته بود چی دیگه جز بود اگه نه اگه رفته بود دنبال امام حسین علیه السلام جزء بهترین های آلم حالا جزء خاسرش حالا شد چرا چون این نور به او تابید گفت روش که که از اون که گفت من نمیخوام ببینم خودش قبول نکرد اما تمام... یکی هم مثل وحب مسیحی الله اکبر چه امام حسین رو دید یه دل نه دل عاشق حضرت و رو دنبالشون رو افتاد این آقای مسیحی مسیحی چند روزه شد بهترین 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 های عالم چه همه قفصه هم. میخورن آره با... من نره یه جمله چقدر وقت دارین نمیدونم دوستان به من اعلام بکنن چند دقیقه زمان داریم شما دومه بدید یکی از... از... بخش اجازه میگیریم بیشتر صحبت میکنش. آره نه, 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 نه یه چیزی یادم اومد بگم خیلی قشنگه جاتون خالی جای بیننده هاتونم عزیزانمون هم خالی باشه <تصفح> ما در ایام عرفه کربلا مشرف بودیم تو کربلا که رسیدیم یه آقایی از دوستانمون مد کنار ما مشغول زیارت و اینا بعد گفت که آقا یه جمله تو این زیارت نامه نوشته من نمیفهمم عجیب. چرا این نوشته عربم بود گفتم خب بفرمایید گفت که نوشته عبدكم وابن عبدكم وابن عمتكم المقر بالرق التار كل الخلاف عليه بنده شما پسر بنده شما اون کسی که اقرار پسر کنیز شما و اون کسی که اقرار دارد به رقیت و بنده بودن خودش اومده زیارتتون از تار کل خلاف علیکم تا آخر گفتم خب مشکل چیه؟ گفت چرا ما باید بگیم ما بنده اهل بیتیم؟ ما بنده خداییم؟ بنده اهل بیت چرا بگیم؟ آه. گفتم منظور از بنده اهل بیت بودن که پرستش اونها که نیست که نمیگیم از ما اون رو داریم میپرستیم که منظوری این نیست پکو پس منظور چیه؟ گفتم منظور اینه که یعنی بیای رو در مقابل امام حسین سرتو میندازی پایین خودتو کوچیک کنی بگی آقا شما سرور مولا من نوکر عین <تصح> اون عبد و کنیزایی که قدیما بودن, بودن. <تصح> اینجوری یعنی و چرا خدا دوست نداره که ما خودمون رو در مقابل کسی کوچیک کنیم گفتم کسی یعنی کی <تصح> خیلی مهمه درسته <تصح> تا اون کس کی باشه بود افتخارم در دم اهل بیت بخدمت آره حالا یه وقت اون کس یه کسیه که ضد خداست بله اما اون کسی که حجت خداست خود او ولی خداست حجت خداست نماینده خدا روی زمینه آقا جلوی او خودتو کوچیک بکنی انگار جلوی خدا کوش. خدا کوچیک کردی چطور در مقابل خدا خودتو کوچیک میکنی جلوی بعد تازه شما اینو بدون هر کس جلوی اون کسی که خدا او را بزرگ شمرده است خودش رو کوچیک بکنه خدا او رو بزرگش, 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 میکنه اصلا شیطان رانده شده در از دربار الهی چرا رانده شد چون در مقابل آدم عبال بشری که خدا فرموده بود بستجده. اینو آفریدن به سجده کن تواضع نکرد تکبر کرد خدا بیرونش کرد برو درگاه من جا نداری تو اما اون فرشته هایی که سجده کردن به حضرت آدم خدا بزرگشون دونست عباد مکرمون تعبیر از, از این زیباتر راجب فرشته ها تو قرآن داریم بنده ها وی هستن که بزرگوارانن خب گفت خب حالا منظور چی گفتم هر کی جلوی اهل بیت خودش رو کوچیک کرد چون خدا اینها را عظیم دانسته و بزرگ دونسته او هم بزرگ میشه گفت آقا راست میگی یکم ها بعد یه, یه چی نگفت و سکوت کرد و یه پنج دقیقه بعدش گفت که آقا راست میگی بجب. گفتم از کجا یا فهمیدی که راست میگم تا حالا نفهمیده بودین؟ گفت نگاه کردم دیدم تمام مردمی که از اقسان نقاط جهان میان اینجا زیارت امام حسین میگن میریم کبرا زیارت امام حسین میستن روبروی قبور شهدای کربلا و چی میگن همشون یعنی السلام علیکم یا انصار الله انصار رسول الله انصار امیر المومه انصار فاطمه انصار الحسن علیه السلام، مس... مسلم و انصار عبی عبدالله تبتم شما پاک شدید طابت الارض و لطیفی ها دفنتم زمینی که شما توش خاک شدید پاکه یا لیتنی کنتو معکم فعفوز معکم ف. ای کاش من با شما بودیم آقا اینا خودشونو محوه در سید و کردن عبد سید و شهدا دونستن خودشون رو فدای سید و شهدا علیه السلام کردن خدا اینقدر اینا رو بالا برده که هر کسی میاد به امام حسین سلام بده و عرض ادب بکنه باید به اینا هم سلام, بده تازه بعضی هاشون دوبار دوبار یه بار جدا گونه مثل حبیب یه بارم با شهدا گفت بله گفت که گفت... گفتم حالا خوب فهمیدی واقعا همینطوره لذا ما الان میفهمیم که چرا به ما میگن بگید یا لیتنی کن تو با شهدای ابی عبدالله چرا با اونا به خاطر اینکه اونا خودشون رو فدایی سید شهدای کردن اینقدر مقامشون بالا رفت به خاطر اینکه خودشون کوچیک کردن در مقابل ابی عبدالله به این مقام رسن هر کی خودش رو در مقابل ابی عبدالله کوچیک کنه به این مقام میرسه هر کی در مقابل اهل بیت گردن کشی بکنه خدا میزنتش زن هر کی در مقابل اهل بیت گردن و خم کرد خدا هم برتش بود اینا هم خدا برد بود خدا یا اینجوری ما رو اینجوری قرارمون بده این شب. ممنون سپاسگزارم از شما بده. امشب رو هم با شما بودیم و استفاده بایمان. بردیم از شما بینندگان و همراهان گرامی هم تشکر میکنم که تا این لحظه از شب رو با ما همراه بودید باز پخش برنامه فردا نو صبح ساعت پنج بعد از ظهر تقدیم شما عزیزان میشه یا علی مدد التماس دعا خدا نگهدارتون